بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان کلاس نهم، امروز ما در مورد فصل 5 عبارت‌های جبری. عبارت‌های جبری رو شما سال‌های گذشته از کلاس هفتم باش آشنا هستید. متغیرها که مانند x, y, a, z هر اینا حروف لاتین انگلیسی باشه، اینا یه متغیر هستن. من هم برای شما نوشتم، همونطور که از سالهای گذشته بیاد دارید، نمادهای همچون x, y و سه تا نقطه را که اعداد دلخواهی میتوانی به جای آنها قرار دهی بهشون میگه متغیرها. پس اگر دانش آموزی معنا و مفهوم متغیرها را بفهم، مشکلش هست حل میشه. حالا عمل جمع، عمل تفریق، عمل ضرب، عمل تقسیم، توان رسانی، ریشه‌گیری و سه تا نقطه ادامه داره. روی متغیرهای x, y و نقطه چی را اعمال جبری و عبارتهای به دست آمده در محاسبه های جبری را عبارتهای جبری مینام. حالا نگاه، دلوان مثال 5x-3 ای عبارت جبری، این یک عبارت جبری متغیر x. 4x به توان 2y-y این هم یه عبارت جبری. وسط پنجم و رادیکال 2 نمونه هایی از عبارت های جبری هست. حالا یک جمله ای ها، یک جمله یعنی ما چجور تشخیص بدیم؟ به ما میگه این کدام یک از اینا یک جمله ای هست. هر عبارت را که به صورت حاصل ضرب یک عدد حقیقی در توانهای صحیح نامنفی دو پرانتز عدد حسابی یک یا چند متغیر باشد را بهش یک جمله‌ای میگویند یا مینامیم. به عنوان مثال یک جمله‌ای بر حسب متغیر x به صورت ax به توان n، ax به توان n تعریف میشد که در اون a یک عدد حقیقی است و ثابت و ضریب عددی هم بهش میگن و n یک عدد صحیحه که این تمام یک عدد صحیح نامنفی هم هست، میباشد مطابق با تعریف بالا تمام عبارت های زیر جمله. نگاه، الان شما نگاه 2x الان به جای a نشسته 2، به جای x هم خودش n مون هم یکی، منفی بهش میگن ضریب عددی، منفی 6 x، 5 y به توان 3، 3 n 2 n 2 پنجم منفی 7، z به توان 5، رادیکال 4، رادیکال 3، خط کسی، صورت خط کسی mx به توان 2 مخرج می، منفی رادیکال 5 x 2 y 3 z 5 و یک سوم a به توان 2 b m 4 و p x 2. اینا همه اینا شما یک جمله ای هستن. حالا یه نکته برای شما نوشتم، هر عدد ثابت، هر عدد ثابت به تنهایی یک جمله ای محسوب می شود، مانند منفی رادیکال 6 میشه یک جمله.
چهار هفتم، این هم میشه یک جمله. منفی سه، این هم میشه یک جمله. منفی دو، این هم میشه یک جمله. پس طرز تشخیص یک جمله. حالا به من میگن آقا، میگن بله، میگه اگر شما بخواید یک که جمله به صورت تک جمله نباشد پیدا بکنید به چه صورته، میگم الان برات توضیح میدم. به این صورت توجه کنید، نگاه، اینا را پاک کردم، من اینو پاک کردم، من اینو پاکش کردم، یک عبارت در صورتی، یک عبارت در صورتی یک جمله نیست، یک عبارت در صورتی یک جمله ای نیست که یکی از موارد زیر را دارا باشد. الف، نگاه، الف بیشتر از یک جمله داشته باشه. الف بیشتر از یک جمله داشته باشد. بیشتر از یک جمله داشته باشد. یعنی جمله ها با علامت های جمع و تفریق، جمله ها با علامت های جمع و تفریق از هم جدا شود. خب نگاه بکنید، دو ایکس به اضافه سوای، آه، یک عبارت در صورتی یک جمله نیست که یکی از موارد زیر را داشته باشد. آره، بیشتر از یک جمله داشته باشد. یعنی جمله ها با علامت مثبت جمع تفریق از جمله نگاه کنند. سه ایکس به اضافه دو باید. آقا این یک جمله نیست. چرا؟ چون علامت جمعه. یک دو. این دو جمله ای هست. حالا اینه نگاه بکنید. منفیه سه هشتم ای به توان دو به اضافه بی، این هم یک جمله ای نیست. اگر شما نگاه بکنید این خودش به تنهایی یک جمله است، این خودش هم به تنهایی یک جمله، این به تنهایی یک جمله، پس اینا یک جمله نیست. پس یه علفش. حالا به را توجه داشته باشید. به متغیر در مخرج ب، متغیر در مخرج، متغیر در مخرج کسر باشد، در مخرج کسر باشد و یا توان منفی، و یا توان منفی، و یا توان منفی داشته باشد، داشته باشد، توان منفی،
توان منفی داشته باشد. نگاه بکنید این مثال توجه کن. 5 به روی x به توان 2. آقا متغیر من x. اینجا من نوشتم متغیر در مخرج کسر باشد. الان در مخرج کسر. مثال بعدیش را توجه کن. 3y2 3y به توان منفی 2. این هم نیست چون توان منفی 2 a x به توان منفی 1. پس اگر بخواییم تشخیص بدیم که یک عبارت یک جمله ای نیست، بیشتر هم یک جمله داشته باشد، متغیر در مخرج کسر باشد و یا توان منفی داشته باشد. الان متغیر در مخرج کسره، الان متغیر ما توان منفی داره، متغیر ما هم توان منفی دارد. حالا بعدش توجه داشته باشید، متغیر زیر رادیکال باشد. متغیر الف ب پ، الف ب پ متغیر زیر رادیکال باشد. متغیر زیر رادیکال باشد. نگاه، 2 رادیکال y. الان متغیر ما زیر رادیکال. بعدش میتونم بنویسم رادیکال m. بازم متغیر زیر رادیکال. الف ب ف ت، الف ب ب ت، تمام متغیر الف ب ب ت، تمام متغیر، تمام متغیر عدد، توان متغیر عددی، توان متغیر عددی غیر صحیح باشد. توان متغیر عددی غیر صحیح باشد. نگاه بکنید، 2x به توان 1/3 کسر. نگاه، متغیر توان غیر عدد صحیح 1/3 کسر. بعدش و منفی 5 x به توان 14 یه عدد عشق. پس توان متغیر عدد غیر صحیح باشد، 1/3 این 14 همه. الف ب پ ت بگید ج یا متغیر به عنوان توان نوشته شود. متغیر به عنوان توان نوشته شود. متغیر به عنوان توان نوشته شود. منفی 3 به توان x، منفی 3 به توان x و 5 به توان x، 5 به توان x. الف ب پ ت س ج، الف ب پ ج متغیر در قرن مطلق، متغیر در قرن
مطلق نوشته شود. متغیر در قدر مطلق نوشته شود. بفهم قدر مطلق x y یا قدر مطلق y، اینا یک جمله ای نیستن. پس ما یک جمله ای را باید تشخیص بدیم، یک جمله ای نبودن هم باید پس شرایط یک جمله ای نبودن، یک بیشتر از یک جمله داشته باشد، علامت جمع یا تفریق بینش باشه، متغیر در مخرج کسر باشد. نگاه این متغیر مخرج کسر قرار گرفته و یا توان منفی داشته باشد. متغیر ما الان منفی دو است، متغیر ما x به توان منفی یک است. متغیر زیر رادیکال باشد، رادیکال دو رادیکال y m n هست، این اشتباه نکن، m n جفت زیر رادیکال توان متغیر عدد غیر صحیح باشد، دو x به توان یک سوم یه عدد کسر و منفی 5 x به توان 4 دهم اعشار متغیر به عنوان توان نوشته میشه، اینم نیستیم. متغیر در قدر مطلق نوشته میشه، اینم نیستیم. پس 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا قاعده را دانش آموز باید بلد باشه تا بتونه یک جمله ها را مشخص کنه. اینا زمانی که یک جمله نیستن. حالا جمله های متشابه، جمله های متشابه را برات توضیح میدم. من اینو پاک میکنم، اینو پاکش میکنم. نا جمله های متشابه یک جمله یک جمله متشابه، متشابه یعنی شبیه به هم بودن، از کلاس هفتم تا الان شما میخونید. نگاه هر بار یک جمله ها یا هر بار یک جمله ای، هر بار یک جمله ای ها دارای، هر بار یک جمله ای ها دارای عبارت های، دارای عبارت های حرفیه، تو پرانتز متغیر یکسان و توانهای متغیرهای متناظر، متناظر با هم، با هم، با هم برابر باشد، با هم دارای عبارت های حرفی متغیر یکسان و توانهای متغیر متناظر با هم برابر، با هم برابر باشند، آنگاه یک جمله ای، آنگاه یک جمله ای ها
با هم متشابه هستند. متشابه هستند. به عنوان مثال، تمام یک جمله ها، های به عنوان مثال، تمام یک جمله ها، ببین اینجا با هم متشابه هستن. به عنوان مثال تمام یک جمله ها، سه ایکس به توان سه ایکس به توان دو وای به توان سه و منفی پنج ایکس به توان دو. دیگه منفی پنج ایکس به توان سه وای به توان دو. اینا جمله های غیر متشابه هستن. این توانش رو نگاه بکن. ایکس توانش دو است، توانش سه است. سه است که دو کاری بزنیم شما. اینا جمله های غیر متشابه است. پس هر دو جمله ها دارای عبارت های حرفی متغیر یکسان و توانهای متغیر متناظر با هم برابر باشد، آن را یک جمله یا با هم متشابه است. به عنوان مثال تمام یک جمله ها، حالا من یه تمرین تعریف می‌کنم. یک جمله های متشابه را مشخص کنیم. مثال یک جمله های یک جمله های متشابه را مشخص کنید. حالا دیگه که من می‌نویسم سه ای ام به توان دو نو ام دو ای رادیکال هفت ای به توان دو ام 650 رادیکال دو ای ام به توان دو و منفی نو هفتم ای دو ام نو هفتم ای و 45 ام ای به توان دو و 251,000 ام ای به توان دو. حالا نگاه بکنید اینایی که شبیه به هم هستن، اگر شما دقت بکنید اینا باز مشابه هم هستن. این دوتا مشابه هم هستن. میگم آقا از کجا فهمیدی؟ میگم کاری به ذریبش نداشته باش. اینجا متغیر این ای توان شکه، اونم متغیرش ای توان چنده. اینجا ام به توان دو یا ام به توان. حالا همین طوری میرم جلو نگاه میکنم میبینم این با این درسته. میرم جلوتر نگاه میکنم هر جا توان داشته باشه که ام به توان دو هست و ای به تنهایی هست، نگاه 650 رادیکال دو ای توان شکه
به من خوبش نمارست. میرم نگاه میکنم، بعد میبینم اینا با هم متشابه هستن، شبیه به هم هستن. حالا بعدش غیر از این ستا که با هم متشابه هستن، حالا بقیه را نگاه بکنید. اینجا رادیکال هفت، ای بطقای من به ذریبش ندارم، این ای به توان دو ای، برو چگاه ای به توان ای به توان دو را پیدا کنیش، ای به توان ای. اینم هم دو تا خط زیش میکشم، یعنی دو تا مشابه هم هستن. ای به توان ای، اینم هست، نگاه ای به توان دو. اگر جای متغیر را عوض کنه مشکلی ایجاد نمی کنه، اینم هست. اینا جملاتی که شبیه هم هستن. خب حالا توجه کنید کتاب حاصل صفحه 79 کتاب، من این رو پاکش کردم، صفحه اینا را دیگه پاک کنم. صفحه 79 کتاب، صفحه 79 کتاب ترجمه. به این من نوشته حاصل عبارت های زیر را به دست بود. حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. دو پرانتز داخل پرانتز، منفی چهار ایکس، این نقطه به معنای ضرب، یا بفرمایید ضرب در هفت ایکس به توان دو، پرانتز بسته مساوی. ما میایم اولین کاری که انجام میدیم عددهای صحیح را در هم ضرب میکنم. من اول جواب داخل اینه پیدا میکنم، جواب داخل اینه میخوام پیدا بکنم، منفی در مثبت منفی، 4 × 28 حالا ایکس توانش 1، توانش 2. در ضرب اعداد تواندار وقتی پایه ها برابره توان ها را با هم جمع میکنم، پس اینجا میشه ایکس به توان 3. بین دو با این پرانتز علامت ضرب پنهانه، پس من میام این در این ضرب میکنم، مثبت در منفی منفی، 2 × 8 = 16 یک دارم، 2 × 4 = 1 = 5 منفی 56 ایکس به توان 3. حالا مثال بعدی رو توجه داشته باشید. خب قرار اینه من پاک میکنم، نگاه من این تمرین پاک کردم. پرانتز داخل پرانتز 2/3 ایکس، 2/3 ایکس به توان 2 وای به توان وای، پرانتز بسته به توان 3 مساوی. خب دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید، اینه من میام به این صورت عمل میکنم، یه عدد صحیح خودش به تنهایی باید به توان 3 برسه، من اینه جلا میمیسم، نگاه پرانتز 2/3 به توان 3 ضرب در ایکس به توان 2 به توان 3، این نقطه به معنای ضرب در وای به توان 3. خب
ما قبلا یه فرمول داشتیم که میگفتیم اگر با ما بگیم A به توان M به توان N، این توان ها باید در هم ضرب بشه، میشه A به توان M ضرب در N. این فرمول ما قبلا داشتیم. حالا به تنهایی به توان میرسه، این سه بار باید در خودش ضرب بشه، دو سوم ضرب در دو سوم، ضرب در دو سوم، دو تا چهار تا، دو چهار تا هشت تا، سه تا نه تا، نه سه تا بیست هفت تا. پس جواب این به دست اومد، شد هشت بیست هفت تا، هشت بیست هفت. حالا اینجا از این فرمول استفاده میکنم، جای دو تا تمام در هم ضرب میکنم. بفرمایید، نگاه x به توان دو به توان سه، میشه x دو ضرب در سه مساوی با x به توان شش. x به توان شش، x به توان شش. حالا نوبت اینه، باز اینه، باید دو تا توان باید در هم ضرب کردن، ولی توان یکه، توان یکه، وای مساوی با یک سه، میشه وای مساوی با یک ضرب در سه، وای مساوی با سه هست، وای مساوی با سه هست. پس این جوابی زد. حالا جواب ضرب بعدی رو توجه کنید. من اینو پاکش کردم، من اینو پاک کردم. تمرین بعدی رو توجه داشته باشید. تمرین بعدی، مساوی با تو پرانتز، داخل پرانتز، پرانتز داخل پرانتز، منفی سه x به توان سه، x به توان سه پرانتز بسته به توان دو. این نقطه به معنای ضربه داره، یک سوم x به توان دو پرانتز بسته به توان سه. حالا اینه به من داره گفته برام حل شد. نگاه، من اول میرم جواب داخل اینه پیدا میکنم. خب منفی سه به توان دو رو نگاه بکنید آقا، منفی سه به توان دو، چه منفی سه ضرب در منفی سه مساوی با دو. پس جواب اینه به دست بکنم، شد نو. حالا اینجا رو نگاه بکنید، این فرمول قبلی وقتی یه عدد تواندار بخواد به توان برسه باید توانها در هم ضرب بشه، x به توان 6. این جواب پرانتز اول من برسه. حالا یه سوم، نگاه، یک سوم به توان 3، میشه یه سوم ضرب در یک سوم ضرب در یه سوم مساوی با یک بیست و سه تا نه تا، نه سه تا بیست و سه، یعنی شد یک بیست و سه. جوابی به دست اومد، باز اینجا تمانا باید در هم ضرب بشه، یعنی نقطه بینش هست یک بیست و هفتم، یک بیست و هفتم، این هم میشه x به توان 6، x به توان 6. حالا اول 9 رو ضرب در 1 بیست و هفتم میکنم، نگاه، 9 ضرب در 1 بیست و هفتم، آقا یه مخرج 1 میدارم، آیا میتونم 9 را با 27 ساده کنم؟ بله. نگاه، ای به 9 میشه 1، ای به 9 میشه 3، مساوی با 1 سوم. پس جواب ضرب من شد 1 سوم. حالا نگاه اینجا بکن، وقتی در ضرب اعداد توان دار، الان نگاه، این ضرب اعداد توان دار و
وقتی پایه ها برابره یکی از پایه ها را پایه می نیسم و توانه ها را با هم جمع می کنم. پس جوابش هم شد X به توان دوازده. حالا تمرین بعدی رو توجه کنید. تمرین بعدی رو توجه کنید تا رو ببینید. پرانتز داخل پرانتز. اینو پاکش کردم. من اینو پاکش کردم. پرانتز داخل پرانتز یک دوم A به توان دو B پرانتز بسته پرانتز باز A B پرانتز بسته پرانتز باز منفی دو هفتم A به توان دو C به توان پنج مساوی. حالا اینجا توجه داشته باشید. اول میام، اولین کاری که انجام میدم از ضریباش دارم یه دوم ضرب در یک ضرب در منفی دو هست. نگاه اینجا می‌نویسم مثبت در مثبت 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 در منفی منفی این تعیین علامتش داره. یه دوم ضرب در یک ضرب در منفی دو هست. یه مخرج یک می بده این مساوی با این منفی که اونجا نوشتم. یک ضرب در یک ضرب در یک میشه یه دوتا دوتا دو هفتار چهارده. حالا آقا سادش هم میتونم بکنم اینه به دو ساده کنم با اینه به دو یه دوتا دوتا هفت دوتا چهارده منفی یک هفت. پس جوابی شد منفی یک هفت. حالا ای به توان دو ضرب در ای ضرب در ای به توان دو توان این باز یکه. پایه ها برابر یکی از پایه ها را پایه نوشتن توان ها را با هم جمع کرد دو به اضافه یک سه سه و دو پنج. پس آ به توان پنج. حالا نوبت به به ضرب در به خب اینجا دیگه به اون نداره توان یک توان یک به توان دو اینم به توان دو. خب حالا سی نداره دیگه وقتی نداره خودش می‌نویسم سی به توان دو. خب حالا تمرین بعدی رو توجه داشته باشید. تمرین بعد پرانتز نگاه اینه پاکش کرده. پرانتز داخل پرانتز دو پرانتز باز داخل پرانتز پنج ایکس پنج ایکس وای به توان چهار پرانتز بسته به توان دو پرانتز باز داخل پرانتز منفی دو ایکس به توان پنج وای به توان دو وای به توان دو مساوی با یه لحظه توجه آقا اولین کاری که میکنم حق تقدم با توانه جواب اینه به دست میارم این دو خودش پنج پنج تا بیست و پنج تا توان این یکه ایکس به توان دو توان این ضرب میکنم وای به توان هشت بسته شد. اینم که اینجا دیگه اینم خودش میسر منفی دو x به توان پنج y به توان دو اول ضرب رو انجام دو تا بیست پنج اول هم مثبت در مثبت 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 در منفی میشه منفی
دو بیست پنج تا پنجاه تا دو تا پنجاه تا میشه صد. این ضریب ای به دست اومد. حالا x به توان دو ضرب در x به توان پنج میشه x به توان هفت. x به توان هفت ای به دست اومد. حالا y به توان هشت ضرب در y به توان دو میشه y به توان ده. y به توان ده. خب این تمرین های صفحه که من حل کردم شما هم میدونید مجددن خودتون حل کنید. صفحه 79 کتاب آسل عبارت های زیر. تا انشاءالله به امید خدا جلسه آینده صفحه 80 کتاب براتون تدریس کنم که دیگه بعد خودتون میتونید تمام تمریناش حل کنید. شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ تا جلسه آینده.